سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. در هفته ای که گذشت، سازمان شورات هادین که به عنوان یک سازمان غیر دولتی هدف خودش رو حمایت از حقوق قربانیان یهودی خشونت و سرکوب اعلام کرده، دادخواستی رو در مورد نفتکش گریس، این نفتکش حامل نفت ایران، به دیوان عالی جبل الطارق تسلیم کرده. همزمان خویشاوندان گروهی از کشته شدگان و زخمی های حملات گروه های تندروی فلسطینی کسانی هستند که تقاضای مسدود شدن اموال سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران اینستکس رو دادن. تا کنون در آمریکا بالغ بر 70 میلیارد دلار حکم علیه ایران صادر شده. باب مقایسه باید بدونین که درآمد نفتی ایران در سالی که تحریم نداشته باشه حدود 30 میلیارد دلاره، کمتر از نصف مبلغ این احکام صادره. اموال کشورهای خارجی، اموالی که به دولت‌های خارجی تعلق داره، اینها از مسئولیت کامل برخوردارند. ولی شرط این که این اموال مسئولیت داشته باشند، مثلا اموال ایران در بریتانیا، اموال ایران در امریکا، برای اینکه مسئولیت داشته باشند در داخل کشورهای دیگه، شرطش این است که این اموال برای مصارف، یعنی به منظور مصارف دولتی ازشون استفاده بشه. علاوه بر کسانی که مدعی هستند قربانی حملات گروه‌های نزدیک به ایران شدند، کسانی هم هستند که به خاطر عملکرد خود حکومت ایران شکایت کردند، مثل جیسون رضاییان یا مثلا فرزندان عباس امیرانتظام که حالا به خاطر فشاری که در سالهای طولانی زندان به پدرشون اومده و اونها هم مجبور به تحمل شدند، تقاضای خسارت دادند در آمریکا. اغلب این پرونده ها همونطور که گفتم در آمریکا بوده، اونجا هم منجر به صدور احکام شده. گرچه حالا شکات اموال ایران در نقاط مختلف جهان نظیر اروپا دنبال اموال ایران هستند برای اینکه بتونن اونها رو ضبط بکنند، اما چطور افراد میتونن اموال کشور سالس رو با این ادعا ضبط بکنن؟ در ایالات متحده مثل خیلی کشورهای دیگه از جمله بریتانیا، قوانین خاصی برای مسئولیت کشورهای خارجی بوده. از سال 1976 قوانین خاصشون رو ایجاد کردن. این قانونی که از 1976 هست چندین بار تا حالا تجدید نظر شده، ولی یکی از مهمترین این تجدید نظرها در سال 2002 صورت گرفت و بر اساس این تجدید نظر این امکان رو به بازماندگان قربانیان عملیات تروریستی که دولت‌های خارجی مضمون به حمایت از اونها هستند داد که به دادگاه‌های آمریکا مراجعه بکنن و از دادگاه‌های آمریکا تقاضا بکنن که در واقع طلب این افراد رو، غرامت این افراد و خسارتی این بازماندگان دیدن به خاطر از دست دادن عزیزانشون رو، بتونن از دولت ایران بطلبن. بر اساس این تغییری که در قوانین آمریکا ایجاد شد در 2002، تعداد زیادی پرونده علیه ایران در واقع به جریان افتاد که یکی از مهمترین و معروفترینشون مربوط به یه بیوه یکی از اون سربازان نیروی دریایی آمریکا بود که در 1983 در جریان حمله حزب الله به یک کشتی یا پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت کشته شد. در اون حدود بیش از 250 نفر کشته شدن و این خانم هم بیوه یکی از اون افراد بود. این خانم پرونده رو به جریان انداخت و به تبع اون یه عده دیگه هم که به طرق مختلفی از عملیات تروریستی در خارج از امریکا صدمه دیده بودن، همه علیه ایران اقدام کردن و تقاضای طلب کردن. در این برنامه درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. چهار مهمان هم دعوت کردیم. بهنام دارایی‌زاده، کارشناس حقوق بین الملل از تورنتو کانادا با ماست. فرهاد علوی، کارشناس حقوقی و بانکی از واشنگتن. حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی و پژوهشگر حقوق بین الملل از تهران همراه ماست. و اینجا در استودیو پگاه بنی هاشمی حقوقدان با ماست. خوش آمد میگم به همه مهمانان. خیلی بنی هاشمی، بذارید از شما شروع بکنم. ممکن شما یه پیشینه‌ای به ما بدید که این در واقع شکایت از ایران و اینکه تونستن این احکام رو بگیرند از چه زمانی آغاز شده و روندش به چه شکل بوده تا حال حاضر؟
عرض کنم خدمتتون که بر طبق قوانین حقوق بین الملل اصولا دولت ها اموال دولت ها در کشورهای دیگه دارای مسئولیتی هست، به این صورت که دادگاه های محلی نمیتونن اقدامی در جهت اموال دولت دیگه در خاک کشورشون انجام بدن. ولی در این مورد خاص، در مورد خاص ایران و ایالات متحده آمریکا، از اواخر سال 1998 در حقیقت آمریکا یک اصلاحیه‌ای رو به تصویب رسوند که بر طبق اون افراد آمریکایی‌های آسیب دیده از جرم تروریستی در سراسر جهان میتونن به دادگاه‌ها شکایتشون رو ببرن و درخواست به اصطلاح خسارت بکنن. اینم باید بگیم که از سال 1984 بنا به یه اتفاق بمبگذاری که 245 نفر تفنگدار آمریکایی در لبنان کشته شدن، آمریکا کشور ایران رو در لیست کشورهای حامی تروریست قرار داد. بنابراین پس از سال بخاطر که حزب الله رو متهم اون پرونده می‌کنه. بله، در واقع یک نظریاتی در این مورد وجود داره که میگن ایران کمک کرده به حزب الله و ایران هم دست داشته در اون به اصطلاح انفجاری که صورت گرفته. بنابراین این قضیه که به قضیه پترسون هم معروف هست به صورت یک موضوع فیما بین دو تا کشور در اومد. در واقع پترسون، بذارید برای کسایی که خیلی در جریان نیستن توضیح بدیم که پترسون نام یکی از کسانی هست که در اون حمله کشته شد و همسر او شکایت علیه ایران رو پیش برد و در سالهای بعد نام او دوباره و دوباره تکرار میشه. به همین دلیل هم درست میفهمم، به همین دلیل هم اسم کیس رو، اسم به اصطلاح این پرونده رو به نام ایشون گذاشتن. از سال 98 در حقیقت بارها این اقوام خانواده تفنگداران همون به اصطلاح پس از انفجار به دادگاه های آمریکا و دیوان عالی کشور آمریکا مراجعه میکردن، احکامی رو هم میگرفتن، ولی هیچ وقت به اجرای حکم نمیرسید. تا اینکه در سال 2012 به طور خلاصه بهتون بگم که کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد که پس از اون اجازه داد که اموال ایران رو به نفع افرادی که از این حملات تروریستی آسیب دیدن توقیف بکنن و در حقیقت از همون سال مسئله مصادره اموال ایران در خاک آمریکا جریان پیدا کرد. بذارید از آقای دارایی‌زاده بپرسم. آقای دارایی‌زاده، ما شنیدیم که ظرف سالهای اخیر در کانادا هم این خیلی روند شده، ممکنی مقدار در مورد اونجا توضیح بدید به ما؟ ما ظرف مثلا 2-3 سال اخیر بارها شنیدیم از نمایندگان مجلس ایران که اعتراض دارند به این که کانادا رویه های قضایی داره که به بعضی امکان میده از ایران شکایت کنن و اموال ایران رو ضبط بکنن. بله، ممنون از دعوت شما و سلام میگم خدمت سایر مهمانان و همینطور بینندگان برنامه. بله، دقیقاً در سال همین اتفاقا همین سال 2012 بودش که قانونی در کانادا تصویب شد زیر عنوان قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم. این قانون تمام مشابه قانون آمریکا بودش، منتها تفاوتی داشتش که حتی به افراد اونجا فقط افرادی که باید شهروند آمریکا بودن اجازه طرح دعوا میداد. در قانون کانادا یه خود دامنش وسیع‌تر بود و حتی به افرادی که موقیم هم بودن اجازه طرح دعوا علیه دولت‌های میدادش که در تامین مالی تروریستی یا در تسهیل عملیات تروریستی دست داشتن. اون قانون اون سال 2012 تصویب شد، بعد دادگاهی در اونتاریو رأی دادش به توقیف، اگه اشتباه نکنم دو تا ساختمان در تورنتو، در یکی در تورنتو بود یکی در اتاوا بود و همینطور دو تا حساب بانکی ایران که میگفتن که متعلق هستش به در واقع سفارت ایران. به این ترتیبش که ساختمان اشتباه نکنم خیابون شپرد، اگه تورنتو که دوستانی که آشنا باشن میدونن جزء محله خوبه شهر هستش، در اینجا یک ساختمانی بودش متعلق به بنیاد فرهنگ ایران که وابسته بودش به نام فاضل لاریجانی، در واقع که برادران لاریجانی ثبتش کرده بود و فرستاده فرهنگی اون موقع ایران بودش. بعدش هم به دو تا حساب بانکی توقیف شدش و هم تا ساختمان دیگه‌ای که در متعلق بودن به سفارت ایران بودش تحت متوجه با اداره‌ای زاده. من سوال بذارید یه جور ساده‌تر مطرح کنم که برای کسانی که در جریان در واقع قوانین بین‌المللی نیستن و نمی‌دونن که چطور کار می‌کنه اونها هم متوجه بشن. چطور یک دادگاهی میتونه حکم بده به ضبط اموال یک دولتی؟ آیا همه اموال یک دولت قابل ضبط هست یا فقط اموال خاصی هست؟
بله، ببینید همینطور که اشاره کرد دوستمون همکارمون، شما یک قاعده کلی داریم به نام مسئولیت قضایی که این شامل اموال دیپلماتیک هم میشه. منتها یک رویه در سالهای اخیر از جمله امریکا و در کانادا باب شده که تروریسم رو از این استثنا میکنه و میگه که تروریست در واقع دولتی که حامی تروریست بوده یا فعالیت تروریستی رو انجام داده باشه یا از اموالش در راستای فعالیت تروریستی استفاده کرده باشه، این اموال دیگه مسئولیت ندارن و به واسطه همین میشه اونها رو تحت پیگرد حقوقی قرار داد. در واقع استثنایی هستش بر قاعده کلی مسئولیت دولت ها. متوجه شدم. و آقای علوی، بحثی که الان داریم مطرح میکنیم مربوط هست بیشتر به قوانین و در واقع دادگاه ها در آمریکا، چون میدونیم بیشتر این احکام در آمریکا صادر شده و همونطور که شنیدید در آمریکا، در کانادا. فکر میکنید که آیا قابل تسری هست چنین احکامی به سایر کشورها؟ چون الان میبینیم در این مورد اخیر، در مثلا در مورد کشتی ایران که در جبل الطارق الان ضبط شده، به نوعی گفته شده که گروهی دست گذاشتن روش که این رو هم ضبط کنن به نفع خودشون و در واقع خسارت و غرامت بگیرن از اون. آیا قابل تسری دادن هست؟ والا همچین کشتی که در به اصطلاح آب‌های بریتانیا به اصطلاح توقیف بشه، بعید میدونم که آمریکا یا اشخاصی که در آمریکا حکم داشته باشن بخوان همچین دارایی رو به اصطلاح مسدود کنن. ولیکن این روال که کانادا و آمریکا طی کردن کلا در دور دنیا داره به اصطلاح باب میشه و خب هیچ هم بعید نیستش که دولت‌های مانند بریتانیا و اتحادیه اروپا همچین قوانین شبیه قانون آمریکا و کانادا صادر کنن. ممکنه یه مقدار بیشتر در مورد این در واقع روندی که طی شد، شما شروع کردید خانم، بحث رو شروع کردید خانم بنی هاشمی، ولی من میخوام این روند رو از آقای علوی بپرسم. روندی که از همین پترسون کیس طی شد تا به اینجا رسید که الان به هر حال ضبط اموال ایران خیلی ساده تر از قبل شده، ممکن شما این روند رو در آمریکا برای ما توضیح بدید؟ ببینید، در درجه اول اون کیس پرونده پیترسون یه شرایط خیلی خاصی بود، چون کنگره آمریکا یه سری دارایی‌های خاص ایران رو در آمریکا که من جمله یه سری اوراق به اصطلاح بانکی بودش شناسایی کرده بود تو اون لایه قانون که تصویب کرد و در واقع اون صرفا واسه اون پرونده بود. یعنی در واقع هم مقدمه ایجاد کرد هم مقدمه ایجاد نکرد. منتها همونجوری که آقای دارایی‌زاده فرمودن، کلا چند تا قانون ما در آمریکا داریم که یه شرایط مستثنا به اصطلاح ایجاد میکنه برای ضبط اموال این ممالک. من جمله یه قانون داریم به نام Alien Tort Claims Act که اجازه میده هر شخصی حتی غیر آمریکایی که به اصطلاح لطمه دیده، خسارتی دیده از طرف مثلا یه دولت دیگه در شرایط به اصطلاح شکنجه و غیره، میتونه پرونده بیاره بر علیه اون کشور و اون دولت و حتی اشخاص حقیقی. به این ترتیب قانونای دیگه هم هستش که در واقع در خود قانون به اصطلاح مسئولیت به اصطلاح خارجی آمریکا، Foreign Sovereign Immunities Act، یه شرایط استثنا بازم هست به نام commercial exception که در واقع اگر یک کشوری در به اصطلاح راستای کارهای فعالیت‌های تجاری داره عمل می‌کنه، اون دارایی‌هایی که داره استفاده می‌کنه برای اون فعالیت تجاری باز می‌تونه به اصطلاح مسدود بشه و ضمن اینم کلا اون حرکت هم دیگه طبق به اصطلاح قوانین و اون امنیت مسئولیت قرار نمیگیره. همین که در واقع خیلی راه‌ها هستش، ولی میخوام تاکید کنم که خیلی صرفاً این متعلق به ایران نیست، یعنی خیلی کشورهای دیگه هم میتونن تحت همین شرایط قرار بگیرن که ایران قرار گرفته. آقای اسدی زیدآبادی، شما در ایران هستید، میدونیم که ایران در مرحله اول اگر کسی شکایتی میکنه مثلا در دادگاه‌های آمریکا یا کانادا به دادگاه نمیره، چون اغلب این پرونده ها رو قبول نداره، اونها رو به رسمیت نمیشناسه. اما وقتی که دیگه به هر حال به مراحل نهایی میرسه، حکم ها صادر شده و مثلا به مرحله اجرای حکم میرسه، ایران اقداماتی انجام داده در مواردی، مثلا در موردی که میدونیم همین قضیه پترسون و بحث بانک مرکزی. آیا فکر میکنید که کارهایی که ایران تا به حال انجام داده، راهکارهایی که ایران پیش گرفته، راهکارهای تاثیرگذار و مناسبی بوده یا کارهای بیشتری بوده که ایران میتونسته انجام بده؟ متشکرم. با سلام به شما و سایر مهمانان و بینندگان عزیز، ببینید من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، پیرو مقدمه‌ای که مهمان اولتون فرمودن، این نکته رو بگم که اصل مسئولیت اموال دولت‌ها در نظام‌های حقوقی
کشورهای دیگه یک اصل بنیادینی هست که در واقع در کنار اصل تساوی دولت‌ها جزء چند اصلی است که حقوق بین‌الملل رو در دنیای جدید شکل داده. یعنی در واقع زیر پا گذاشتن این قانون و این اصل بدیهی و اولیه در حقوق بین‌الملل باعث میشه که در واقع همه دنیا ضرر بکنه و هیچ کشوری از این سود نخواهد برد. یه نکته دیگه اینجا گفته شد در مورد اینکه حالا آمریکا یا احیانا کانادا با گذراندن یه قانونی که ایران رو به طور مشخص بعضا هدف قرار داده یک رویه ایجاد کرده. به هیچ وجه همچین چیزی نیست. یعنی همچین رویه‌ای در حقوق بین الملل ایجاد نشده. اینکه یک کشور بخواهد با یک قانونی رویه ایجاد بکند مطلقا هم چیزی نیست. هیچ کدوم از حقوق دارن و این رو قبول ندارن و از قضا در همین دعوای پترسون لازم ما یادمون باشه ببین اصل ماجرا از کجا شروع شد. من بعد وارد میشم که ایران چه اقداماتی کرده، موضع ایران چه بوده. قبل از اون ما یه دعوای دیگه هم کیسی هم داریم فلاتو. در اونجا شما میدونید که با همین موضوع وارد میشن علیه ایران که خسارات رو مطالبه کنن از اموال ایران و دادگاه بدوی در آمریکا این رو رد میکنه به دلیل اینکه میگه خب این اصل بدیهی حقوق بین الملل، من که نمیتونم بیام اموال یک کشور دیگه رو اینجا توقیف کنم، حالا اگرچه روابط دیپلماتیک نداشته باشیم یا هر ادعایی شما داشته باشید. در واقع از اینجا این نکته شروع میشه. ببینید اصل قضیه اینه، یک لابی در آمریکا که برخیش سیاسیه برخیش هم اهداف مالی داره، از اون سال به بعد شروع کردن و از هم قوه قضاییه هم قوه مجریه و هم پارلمان در واقع قوه مقننه آمریکا به تعبیر من سوء استفاده کردن. یعنی وقتی که این دعوا یعنی شما میبینید که بحث سیاسی هست تا اینکه بحث بله. بله ولی خب حالا روال حقوقیش هم عرض میکنم. در واقع وقتی که این دعواها به شکست انجامید اونها خیلی نکته جالبی داره که رفتن و در از طریق قوه مقننه آمریکا اقدام کردن و بر اساس اون دعوای پترسون مطرح شد. یعنی اول رفتن قانونش رو درست کردن بعد همونا اومدن و دعوا مطرح کردن و همون دعوا هم باز در سال 2012 می‌بینیم که آقای اوباما برای اینکه این دعوا بتونه اجرایی بشه، چون که هنوز قانونی که در رابطه با ایران و سوریه به طور مشخص داشتن اجرایی نشده بود، با دستور اجرایی پرزیدنت اوباما این کار انجام میشه که منابع ایران همون نزدیک 2 میلیارد در آمریکا توقیف میشه. بله. و این در واقع ببینید که از همه ابزارها استفاده شده برای این کار و این ببینید زیر پا گذاشتن خب این اصل. دقیقاً آقای اسدی زیدآبادی بحث همین هست. وقتی شما وقتی دو کشور با هم در درگیر نزاعی هستن در حالی که هممون در جریان هستیم، سالیان سال 14 است که این اختلافات سیاسی در جریان هست، چنین چیزی به نظر میاد که یک امری هست که ممکن بوده اتفاق بیفته. بحثی که ما الان در این برنامه داریم این هستش که ما به اینکه آیا این منصفانه هست یا نه نمیپردازیم، ما به واقعیتی که روی زمین الان در جریان هست میپردازیم. به هر حال آمریکا الان چنین قوانینی رو تصویب کرده و در آمریکا احکام زیادی هم صادر شده به طور روزانه. الان ما بر اساس آخرین آماری که داریم، این آمار در واقع این مبالغی که در دادگاه ها علیه ایران حکم صادر میشه روز به روز بالا میره. همین امروز یکی دو حکم دیگه صادر شده، یعنی با گفته میشه حدود 90 میلیارد هست. 70 میلیارد رو ما بر اساس در واقع کف اون چیزی که در رسانه ها هست اعلام کردیم. فکر میکنید که واقعا دولت ایران چه میتونه بکنه برای آیا دولت ایران اصلا نگران این هست یا فکر میکنه اصلا انقدر اموالی نداره در آمریکا که بخواد نگرانش باشه؟ ببینید همونطوری که شما تصدیق کردید این احکام تا امروز هم که من کسب اطلاع کردم 90 میلیارده. بله. اما به دعوای سیاسی بین ایران و آمریکا اشاره کردید. یک قضیه منحصر به فرد هست اتفاقا در رابطه ایران و آمریکا که بعد از قضیه اشغال سفارت در بیانیه الجزایر ایران و آمریکا در لایحه یک بر اساس یک قاعده یک معاهده ای که دارن یک دیوان دارن که دعوای علیه همدیگر رسیدگی میکنن. نزدیک هزاران رأی در اونجا صادر شده چه به نفع آمریکا چه به نفع و هیچ کس تا حالا
اصل مسئولیت دولت‌ها هم زیر سوال نبرده و این مبادلات هم انجام شده. اتفاقا بیشتر هم آمریکایی‌ها این دعاوی رو بردن. بنابراین حتی این اگر به سابقه‌اش هم نگاه بکنید راهکار سیاسی، راهکار حقوقی داشته و انجام شده. این خیلی نکته مهمی است. اما اینکه ایران چه کرده، ببینید ایران به دلیل اینی که این رو در واقع مخالف حقوق بین الملل میدونسته، هیچگاه در مقام دفاع ماهیتی در هیچ کدوم از این در هیچ یک از این روندهای دادرسی در آمریکا اساساً حاضر نشده. تمامی این احکام غیابی هست، به دلیلی که معنا نداره که دولت ایران بره اونجا از در محکمه آمریکایی از خودش دفاع بکنه که مثلا من تروریست هستم یا نیستم. خلاف این میتونه کمک کنه به اون رویه بین الملل. اما در امر اجرا حقوقدانای ایرانی فعالیتای کردن که حالا اگر حتما به اون میپردیم، به بحث اجرا در واقع اجرای احکام میپردیم، چون در واقع قسمت اصلی بحث همون هست. اینکه احکامی صادر شده ولی آیا اینکه این احکام قابل اجرا هست یه بحث مهمتریه. آقای علوی، من میدیدم صحبت‌های آقای زیدآبادی شما با بخشی از اونها موافق به نظر میومد که نبودید. میتونید صحبتتون رو بفرمایید بعد بریم سراغ بحث‌های بعدی. ببینید اولا که اینکه آیا رویه ایجاد کرده یا نکرده، خب بله یه عرفی هست در حقوق بین الملل، ولی کلا در بعضی موارد من جمله همین تحریمایی که خب ایران هر روز باش مواجه هستش، کلا یه رویه هایی هستش که آمریکا به اصطلاح آغاز کرده و اینا در واقع به اصطلاح پا گرفتن در ممالک دیگر مثل همون اتحادیه اروپا، ژاپن، غیر حتی کانادا. یکی اون، یکی هم این که کلا باز میگم تاکید میکنم که تمام دارایی های ایران تحت این خطر به اصطلاح لزومن نیستن که به اصطلاح ازشون استفاده بشه واسه اجرای احکام. برای اینکه در واقع دولت آمریکا به نوعی تفکیک کرده که چه دارایی هایی به اصطلاح تحت اون پوشش مسئولیت سیاسی قرار میگیرن. مثلا دارم میگم دفتر ایران در سازمان ملل یا سفارت سابق دوران شاهنشاهی در واشنگتن، اینا خیلی فرق میکنن با دارایی های تجاری جمهوری اسلامی که در واقع این خواهان سعی کردن که به صورت اونا رو به عنوان وسیله اجرا استفاده کنن. کدوم اموال تحت در خطر هستن؟ اموال ایران، ببینید مثلا ما میدونیم ظرف سالهای گذشته حتی برای آثار تاریخی ایران، یادتونه اون لوح‌ها هم گاهی مورد در واقع گروهی بودن که میگفتن اینها رو مصادره کنیم پول ما رو بدین. کدوم بخش از اموال ایران الان بیشتر در خطر هست؟ عرض کنم که هر به اصطلاح اموال تجاری، مثلا بر فرض دارم میگم کشتی‌های ناوهای ایرانی که به اصطلاح تحت به اصطلاح دارایی آمریکایی قرار بگیره، در واقع یعنی وارد آمریکا مثلا بشه، یا مثلا پول‌هایی که متعلق به دولت ایران هستن، اینا طبق قانون، طبق آیین‌نامه تحریم، اینا خب نهادهای آمریکایی موظفن که اینا رو به اصطلاح محسوب کنن، مگر اینکه یه شرایط معافیتی وجود داشته باشه، من جمله مثلا خرید دارو یا مواد غذایی. و هر چی که عرض کردم که تجاری به صورت به نوعی باشه، خب قطعا میتونه تحت این قانون قرار بگیره و این احکام هم قرار بگیره. ولی به اون ترتیب خب بعد یه نسبتی در واقع بعد در حوزه به صورت قضایی آمریکا بعد قرار بگیره. در درجه اول آمریکا نمیتونه دارایی هایی که در کشورهای ثالث هستن که هیچ ربطی، هیچ ارتباطی با آمریکا یا اشخاص آمریکایی ندارن رو نمیتونه اونا رو طبیعتا ضبط بکنه. ولی خب قطعا پولایی که مثلا بر فرض که بانکای ایرانی سعی کردن از طریق سیستم بانکای آمریکایی بفرستن یا تصفیه بکنن، خب قطعا اینا تحت این اجرا قرار میگیرن. آقای دارایی زاده، ما دیدیم که به هر حال گفتم در کانادا هم این وضع هست و الان یه نگرانی عمده در مورد اموال ایران هست در کانادا. بحث مهم این هستش که آیا این وضعیت قابل تسری هست؟ آقایون به نظر میاد که نظر متفاوتی دارن. نظر شما چی هست؟ آیا این قوانینی که الان در آمریکا و کانادا میبینیم که تصویب شده، آیا به گونه‌ای هست که بشه قابل تسری باشه مثلا به اتحادیه اروپا، مثلا به اموال ایران در شرق دور؟ بله، من در واقع در ادامه صحبت جناب علوی در پاسخ به جناب اسدی بگم که اصلا اینطور نیستش که فقط مختص امریکا و کانادا باشه. خود ایران، نه الان، 20 سال پیش قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی برای تحت عنوانش برای اقامه دعوای مدنی علیه دولت‌های خارجی رو تصویب کرد 20 سال پیش. و
و از سال 91 که هم مجدد اون رو اصلاح کرد و همین جرم تروریسم رو استثنایی قرار داده بر اصل مسئولیت قضایی. در واقع خود ایران همین رفتار رو انجام داده و اصلا اینطور نیستش که بگین که فقط مختص امریکا و کانادا هستش. مضافه بر این که شما یک اصل صلاحیت جهانی دارید که تقریبا در اکثر سیستم ها و رژیم های حقوقی و کیفری پذیرفته شده، خود ایران مجددا پذیرفته، نظام قضایی جمهوری اسلامی هم پذیرفته که در برخی از جرایم جدا از اینکه متهم کجایی باشه، جرم کجا اتفاق افتاده باشه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میتونه وارد بشه، از جمله مسائل تروریست هستش و دزدی دریایی و مواردی از این دست. به هیچ وجه محدود به این دو تا کشور نیستش و قابل پیش بینی هستش که با تسری اصل صلاحیت جهانی شاهد موارد بیشتری باشیم از جمله در اتحادیه اروپا یا شاهد موارد در اتحادیه اروپا هم یعنی در واقع قوانینی هستش، منتها اینکه کیس اجرا نشده بحث جداگانه ایه. آقای دایره‌زاده، میپذیریم که بحث تروریسم و اینکه چه کسی قربانی تروریسم هست از اون بحث‌های قابل در واقع خیلی ها سرش دعوا دارن، هیچ کس ممکنه موافق با هم نباشن که چه عملی تروریستی هست یا نیست، یا قربانیانش آیا قربانیان تروریسم هستند یا نه. بحث این هستش که آیا یک رویه مشخص هست. مثلا میدونیم که در آمریکا خیلی ساده‌تر هست اثبات این موضوع، بسیاری از دادگاه‌ها بر اساس مثلا شنیده‌ها، بر اساس اخبار رسانه‌ها های آمریکایی ممکن هست که ایران رو محکوم کرده باشن. آیا همین رویه رو مثلا در کانادا هم داریم؟ نه به ایش. اگه اجازه بدید، من سال گذشته در استن ماه دادگاهی در آلبرتا مشابه همین حکم داد و اونجا به بازماندگان قربانیان حوادث 11 سپتامبر اجازه داد که اگه در ایالت آلبرتا در غرب کانادا اموالی از ایران رو پیدا کردن معرفی بکنن و میتونن توقیف کنن. و اونجا اشاره شده بودش که نه فقط اموال مختص ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی، در واقع شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی موارد این به دنبال این رأی بودش که در اونتاریو صادر شد. در واقع این دادگاه ها در کانادا هم دارن این روند رو میرن، اما نه با سرعتی که در امریکا شاهدش هستیم. در مورد قربانیان حملات در واقع گروه هایی که منتسب به ایران هستند، بسیاری از این پرونده هایی که ما سراغ داریم در آمریکا کسانی هستند که در اسرائیل یا در لبنان به نوعی مورد حمله قرار گرفتن توسط یکی از این گروه ها، مثلا حماس یا حزب الله، و مدعی هستند چون ایران حامی این گروه هاست بنابراین باید هزینه اش رو ایران بپردازه. چقدر اینها رو در واقع دادگاه های آمریکایی دنبال شواهد روشن هستن براش؟ همین ادامه همین سوالی که از آقای دارایی‌زاده پرسیدم، به نظر شما آیا مثلا دادگاه های آمریکایی میرن به کنه قضیه بپردازن یا اینکه فقط همین ادعا کافی هست؟ ببینید، قطعا به طور قطع سیستم قضایی کشور آمریکا هم به طور کافی به این موضوع خواهد پرداخت. ولی برای اینکه یک موضوعی رو من اضافه بکنم که شاید بحث رو بهتر بکنه، ببینید در کل دنیا ما یه اصلی رو داریم، اصل تفکیک قوا. موضوع این هستش که همونطور که آقای زیدآبادی به این موضوع اشاره کردن، مسئله اینه که در آمریکا قانون رو در سال 2012 بردن کنگره و یه قانونی رو تصویب کردن و بر اساس اون حالا دارن هی اموال رو مصادره. در واقع با لابی همین افرادی که در پرونده پترسون بودن. به هر حال منظورم به این هستش که اول یک مسئله ای رو وجود داشته و بعد از اون میرن یه قانونی رو به تصویب میرسونن. در واقع قانون عطف به مسابق شده یک جورایی. و در این حال پس بنابراین ما میتونیم بگیم، شما اگر اینو بپرسید که آیا در مورد مثلا کشتیه که در جبل طارق الان توقیف هستش، آیا قانونی وجود داره، آیا بریتانیا میتونه این کارو انجام بده یا نه، موضوع این هستش که میتونن این مسئله رو به پارلمان ببرن و این موضوع رو به تصویب برسونن، درست شد؟ ولی این برخلاف اصول حقوق بین الملل، یعنی این اصل تفکیک قوا رو میبره زیر سوال. نکته دوم این هستش که شما پرسیدین از آقای زیدآبادی که ایران در این زمینه چه کاری انجام داده. به دلیل اینکه از پس از انقلاب تا سال 2012 عده زیادی رأی به نفع خودشون از دادگاه‌های آمریکا میگرفتن اما قابلیت اجرا نداشت، درست شد؟ پس بنابراین بعد از سال 2012 حالا تمام کسانی که این وسط خودشون رو آسیب دیده میدونن با استناد به اون کیس میخوان بیان وسط و اونها هم طلب خسارت از بزهی که بهشون براشون پیش اومده رو میکنن.
تا سال 2012 ایران هیچ وقت این دادگاه ها رو جدی نمی گرفت، ورود ماهوی نمی کرد در حقیقت، و به همین دلیلی که هیچ قابلیت اجرایی توی این موضوع نمیدید. زمانی به ایران، من اینو اضافه بکنم که به اصطلاح بدونن دوستان، ایران در مرحله تجدید نظر زمانی که به اصطلاح علیه اون توقیف اموال بانک مرکزی ورود ماهیتی پیدا کرد و اومد دقیقاً هم دست گذاشت روی مسئله اصل تفکیک قوا و گفتش که این مسئله که توی کنگره شما بردین یه قانونی رو تصویب کردین برخلاف این اصله، ولی کنگره این موضوع رو نپذیرفت. حتی جالب اینه که گفت خیلی خب ما از قوه مجریه هم سوال می‌کنیم، قوه مجریه هم که به هر حال بخشی از خود کشور آمریکاست، اونا هم تصویب کردن و تصدیق کردن که نه، این هیچ اصل تفکیک قوا رو زیر سوال نبرده. بنابراین موضوع این هستش که حالا کانادا، بریتانیا، هر کشور دیگه الان قابلیت اینو داره که بره در پارلمانش یه قانونی رو تصویب بکنه، بنا به یه شواهدی رم اعلام بکنن که بله ایران در یه جریانات تروریستی دست داشته و اون وقت روی اموال ایران دست بذارن. حالا این موضوعی هستش که الان ایران همین موضوع رو برده به دیوان بین المللی دادگستری، دیوان لاهه، همون چیزی که ما میگیم دادگاه لاهه، و همین موضوع رو داره بررسی میکنه. یعنی همینجا به اصطلاح رفته و این کیس رو برده که ببینه در این زمینه چی کار میتونه بکنه. یعنی شما میفرمایید الان در مرحله‌ای که این احکام احتمال اجرایی شدن پیدا کردن، ایران نگران شده و داره سعی میکنه که کاری بکنه در موردش؟ دقیقاً همینطوره، و این بار هم با استفاده از، برخلاف رویه‌ای که معمولاً جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه، از افراد متخصص خوبی داره کمک میگیره، به اصطلاح به صورت علمی دارن سعی میکنن که این موضوع رو در دیوان بین المللی بررسی بکنن. که الان هم یه پرونده داریم، تا یه حدی هم به اصطلاح دیوان خودشو به رسمیت هم شناخته. موضوع جالبی رو اشاره کردین، برای اینکه همین چند وقت پیش به هر حال ایران موفق شد یه حکم در اون دیوان بگیره که مثلا آمریکا باید تحریم ها رو بر نگردونه. یادتون هست آقای زیدآبادی که رفت و اونجا شکایت کرد و همونطور که میگید با یک تیم حقوقی که تونستن موفق بشن این رو ولی چقدر واقعا ضمانت اجرایی ده دادگاه بین المللی لاهه؟ حتی اگه حکم بده، آیا ایران میتونه به نفع خودش استفاده بکنه در یک کشوری که باهاش ارتباطات دیپلماتیک هم به سختی داره؟ ببینید، البته اون روندی که اشاره کردید در لاهه، اون پرونده دیگری هست که ایران در اون پرونده هم در واقع دستور موقت گرفته علیه تحریم‌های آمریکا. اما همونطوری که مهمان اخیر فرمودن صحبت‌هاشون، نکته‌ای که هست، ایران در بعد از همین دعوای پترسون در مرحله اجرا اعتراض کرد و این اعتراض تا دیوان عالی آمریکا هم رفت. درسته. و اونجا هم با یک اکثریت شکننده‌ای، فکر می‌کنم فقط به خاطر اینکه رئیس دیوان مثبت رأی داد، این آرا تصویب شد. اتفاقا فکر کنم رئیس دیوان رأی منفی داد، دو نفر رأی منفی دادن. اتفاقا ایشون فکر می‌کنم یک اظهاراتی هم کردن که اساساً اگر این همچین اتفاقی بیفته، اقتصاد آمریکا مورد تهدید قرار میگیره. ایران بعد از این اقدام، البته توجه داشته باشید که این 2 میلیارد هنوز توقیف شده اما توزیع نشده، به دلیل اینکه اون وکلایی هم که اونجا به هر حال این بیزینس رو دارن، اونا هم با هم اختلاف دارن و این هنوز توزیع نشده. ایران بر این اساس و با تکیه بر معاهده مودتی که 1953 ایران و آمریکا داره، اینو به دیوان بین المللی دادگستری برده. در واقع بعد از اینکه تمام این مراحل در دادگاه آمریکایی تموم شد، این دادخواست ایران مطرح شد. در ابتدا آمریکا مطرح کرد که این در صلاحیت دادگاه نیست، به دلیل اینکه اساساً این موضوع خارج از معاهده مودت هست، که در واقع این ادعای آمریکا بعد از چند جلسه استماع رد شد و دیوان بین المللی دادگستری تصریح کرد که صلاحیت داره و این قضیه در چارچوب همین پیمان هست و آمریکا نمیتونست این کار رو بکنه. حالا البته ماهیت باید ببینیم که شاید یکی دو سال دیگه طول بکشه. دقیقاً این دادگاه متول هست آقای زیدآبادی، شما فکر میکنید واقعا ایران چقدر شانس داره؟ اما چند نکته‌ای گفته شد که من لازم توضیح بدم. بفهم. یکی این که حتما همچین رویه‌ای در حقوق بین‌الملل شکل نگرفته. هر کسی که یه مقدار حقوق بین‌الملل می‌دونه این هست، با اقدام یک کشور شکل نمی‌گیره. دو، اینکه ایران بعضی از این احکام اومده که در اروپا اجرا بشه، در لوکزامبورگ و اینا، همین اواخر همه این کشورهای اروپایی رد کردن، به هیچ وجه اجازه همچیز ندادن.
نکته بعدی در رابطه با اینه که فرمودن که ایران هم یک قانونی داره. بله، ایران هم یک قانون داره، از سال 78 تصویب کرده، سال 91 هم دوباره اصلاحش کرده، آیین نامش رو هم دولت 11 به تصویب کرده. اما من تعجب میکنم مهمان شما یک نکته اساسی رو دقت نکردن. در این قانون اومده که ایران بر اساس عمل متقابل، عمل متقابل در حقوق بین الملل چه معنایی داره؟ معناش این هست که شما به یک عمل خلاف دست میزنید به دلیل اینکه میخواید از عمل متقابل استفاده کنید. در همین قانون اومده که تا زمانی که هر کشوری از جمله آمریکا این رفتار رو با ایران داشته باشه، ایران هم همین به همین نحو در مقابل اون خواهد بود. و نکتهش اینه که در واقع ایران میگه هر موقع اونا دست بردارن ما هم دست برمیداریم. و نکته بعدی اینه که در بر اساس همین قانونی که فرمودن، خب خیلی از ایرانی ها هم در محاکم ایران شکایتی مطرح کردن و شاید بالغ بر 90 میلیارد دلار هم احکام در این طرف صادر شده. حالا اینکه این توقیف میتونه بشه یا نه یه بحث دیگه است. نکته دیگه که باید بهش اشاره بشه اینه که فرمودن بین دعاوی تجاری و فعالیت های تجاری و سیاسی، اتفاقا در معاهده مودت همه حرف همینه که اموال بانک مرکزی به دلیل اینکه در معاهده مودت آمریکا متعهد شده که رفتار از در واقع از حمایت بکنه، حمایت قضایی بکنه از شرکت هایی که دارن اونجا فعالیت میکنن، از جمله بانک مرکزی. و اینی که این اوراق رو نمیتونسته توصیف کنه، توقیف کنه. آقای فیدابادی، من فقط یه یادآوری بکنم، یادتون هست که آمریکا از پیمان مودت خارج شده، یک سال طول میکشه تا اجرایی بشه، ولی به هر حال خارج شده و این دادگاه هم تأثیری نداره، مطلقا تأثیری نداره. این از شهریور 98 و عطف ماسبق هم نمیشه، یعنی حتی همین الان هم هنوز آمریکا متعهد، از شهریور 98 به بعد این مطلقا در اون تأثیری نداره. بنابراین اتفاقا چون که تجاری هست به اون دلیل نباید انجام بدن، یعنی آمریکا هم مسئولیت دولت‌ها رو هم تعهد خودش در معاهده مودت رو زیر سوال برده. که اونجا میگه رفتار تبعیض‌آمیزی نسبت به نه تنها مودت باید داشته باشه، که الان ما ببینیم اونو نقض کرده، رفتار تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های ایرانی داره. بذارید نظرات بقیه رو بشنویم در مورد همین. آقای علوی، فکر می‌کنید این پیمان مودت، چون که ببینید چند تا حرف زده شد، یکم در مورد بحث صلاحیت جهانی، من تعجب میکنم صلاحیت جهانی اصلا یک مسئله کیفریه که اونم حالا خیلی چیز نیست، اصلا ربطی به این مسئله که مسئولیت خسارت داره نداره، اون در مورد افراد اصلا ربطی نداره به این قضیه. بسیار خوب آقای علوی، به نظر شما حالا به همون بخش صحبت آقای اسدی زیدآبادی در مورد پیمان مودت، این که به هر حال آمریکا میگه که آقا ما 40 ساله داریم با هم دیگه رو در روی هم هستیم، پیمان مودتی که سالهای قبل از اون بوده رو الان هم خارج شدیم مثلا ازش، ولی به قول آقای زیدآبادی تا شهریور امسال هنوز به هر حال برقرار هست، چون یک سال طول میکشید از زمانی که ازش خارج بشن تا اینکه اقدام آمریکا عملی بشه. اما آیا اصلا ایران بر اساس اینجور پیمانهای قدیمی میتونه به نوعی در مثلا دادگاه لاهه کارشو پیش ببره؟ سن این موضوع خب طبیعتاً بحث هستش که این پیمان مودت مثلا تا چه حدی به اصطلاح اعتبار داره و نسبتش با قوانین دیگر در آمریکا چی است. اون قانونایی که من بهش اشاره دادم، من جمله Alien Tort Claims Act، که اجازه میده که اشخاص بتونن پرونده بیارن بر علیه دولت‌های دیگر و اشخاص حقیقی، و قوانین به اصطلاح مسئولیت خارجی آمریکا، Foreign Sovereign Immunities Act، اینا قوانین‌های کلی هستند که مربوط به تمام ممالک دنیا قرار هستن. یعنی چی؟ یعنی که صرفا مربوط به ایران و آمریکا نیست، یعنی این یه چیزی است که آمریکا در واقع یه استثنایی ایجاد کرده قانون به اصطلاح مسئولیت، که در واقع بعضی از فعالیت‌های یک کشور یا به اصطلاح ماموران اون کشور تحت پوشش اون مسئولیت قرار نمی‌گیرد. این یه چیزی است که کاملا عرف شده، این قانون 1974 Foreign Sovereign Immunities Act صادر شده، طبیعتاً Alien Tort Claims Act هم 1977. اشخاص دیگر از کشورهای دیگر، دولت‌های دیگر هم به جز ایران و به اصطلاح پرونده آوردن بر علیهشون، یعنی در واقع این چیزیه که کاملا دیگه جا افتاده در قانون آمریکا و ارتباطی هم با اون پیمان نداره. که حالا اگرم بخوان اون بحث پیمان رو بیارن بالا، که خب طبیعتاً
خیلی نکاتی هستش تو اون پیمان که خود جمهوری اسلامی ازش خطا کرده. با کلا مصادره تمام دارایی‌های شرکت‌های آمریکایی در طی انقلاب و غیره. خب همین که حالا یک کمی بحث است که حالا شاید هم آمریکا هم همین کارو کرده باشه، ولی که موضوع اینجاست که خب قوانینی که کنگره تصویب کرده، من جمله همین دو تا قانونی که به اشاره دادم، قطعا اونا ارجعیت دارن روی این پیمان. آقای زیدآبادی بفرمایید. خیلی حرف عجیبیه. یعنی قانونی که یک کشور داره بر معاهده، اولا معاهده مودت مبنای صلاحیت بوده در دعاوی قبلی ایران از جمله دعاوی سکوای بین‌المللی. من نمیدونم چطور مهمون شما از این قضیه اطلاع نداره. تا همین سال گذشته هم دیوان ما که دیگه از دیوان بین‌المللی دادگستری که معتبرتر جایی رو نداریم، هیچ نهاد حقوقی در جهان، اون تایید کرده که این معاهده معتبر هست. همین الان داره رسیدگی میکنه در دو کیسه که الان دیوان مطرح هست، بر همین اساس داره رسیدگی میشه. این یه نکته. بعد اینکه ببینید، شما به قول معروف حتی یک کشور نمونه بیارید به جز آمریکا و کانادا که یه همچین چیزی رو اجرا کرده باشن. این یک اصل اساسی بین المللی، حقوق بین المللی هست. من تعجب میکنم این عرف بین المللی یک حرف سنگینیه. کسی که با حقوق بین الملل آشنایی داره این رو باید توجه داشته باشه. این خب به نظر شما دو نفر سر این موضوع با هم اختلاف نظر داریم. دو حقوقدار دیگه هم اینجا داریم، بذاریم ببینیم که اونها چی میگن. آقای دارایی زاده شما بفرمایید. اگر جناب زیدآبادی، شما ابتدای صحبتاتون اشاره کردین در واقع استدلالتون این بودش که روی اصل مسئولیت مانوف دارید. من در پاسخ شما گفتم که اصل مسئولیت استثنا داره، استثناش هم تروریست هستش، و گفت اضافه کردم که نه تنها امریکا و کانادا، بلکه دولتی که شما الان دارین ازش دفاع میکنید هم این کارو کرده. نقطه تمام. چیزی دیگه من بیش از این نگفتم و نگفتم رویت گفتم پیش بینی میشه در آینده. اجازه بدید من صحبت میکنم. گفتم پس شما در مورد اصل در واقع عمل متقابل متاسفانه اطلاعی ندارید در حقوق بین الملل. اجازه بفرمایید. عمل متقابل معنی صحبتشون تموم شه. آقای دارایی‌زاده بفرمایید. عمل متقابل معنی مشخص حقوقی داره و شما به درستی بهش اشاره کردید و دقیقاً قانون ایران هم در واقع ناظر بوده عملکرد امریکا و در واقع معنی دیگه ای نداره. و خوشحال هستم خودتون دارین اشاره میکنین که ایران این کارو کرده و کیسایی هم در ایران مطرح شده و به مانند رفتاری هستش که امریکا انجام داده. اگه شما در اصل داستان دارین دفاع میکنید دفاع کنید، ولی اگه قراره انتقادی به رفتار امریکا داشته باشین که من هم دارم در جای خودش، اما دیگه نمیتونید از عمل متقابل ایران دفاع کنید. ایران متقابلا همون کارو انجام داده و به گونه استدلال شما انگار یه بام و دو هوا هستش. در واقع مسئولیت قضایی اصله بله، ولی استثنا داره. انجام میدم به تکسای خیلی ابتدایی در مورد اصل عمل متقابل. عمل متقابل یعنی که شما یک مسئله رو اگه با هم صحبت کنید هیچ کس نمیفهمه. اجازه بدید آقای اسدی زیدآبادی شما بفرمایید. ببینید اصل عدم عمل متقابل یعنی که شما خودتون یک، یعنی اون دولت یک عملی رو خلاف میدونه، اما به دلیل اینکه طرف مقابل داره این کارو میکنه میگه من این کار انجام میدم. در همین قانون ایران اومده که این فقط تا اون زمانی است که اون دولت عملا این کارو داره انجام میده. همه میدونن که این رویه ایجاد نمیکنه. هر دانشجو ساده حقوق بین الملل میگه رویه ایجاد نمیکنه. من تعجب میکنم از کلام من گذشتی. من حتی اشاره به رویه نکردم. گفتم در آینده پیش بینی میشه با توجه به آرای از این دست در آینده پیش بینی میشه در کشورهای دیگه هم شاهدش باشیم. بذارید یه نظرم از خانم بنی هاشمی اینجا بشنوید. خانم بنی هاشمی شنیدید آقای زیدآبادی میگن این رویه عمومی در کشورهای دیگه نخواهد شد به خاطر اینکه یک کشور خاص مثل آمریکا هست که چنین تصمیمی گرفته. آقای دارایی‌زاده معتقدن که این میتونه رویه بشه در اتحادیه اروپا در سایر کشورها. نظر شما؟ ببینین موضوع این هستش که مسائل حقوق بین الملل متاسفانه ضمانت اجرایی نداره. بله ممکنه در بحث تئوری و در بحث دانشگاهی اساتید حقوق بین الملل خیلی کتاب ها می نویسن، خیلی صحبت ها می کنن، اما در عالم واقع اتفاق نمی افته. به طور نمونه بزرگترین به اصطلاح سازمان بین المللی سازمان ملل هستش که شما نگاه کنید وقتی یه موردی رو مثلا تصویب می کنه اما قدرت اجرایی برای اون حکم نداره. هرچند بی ارزش نیست، ارزشمنده، ولی مثلا همین دیوان به اصطلاح بین المللی دادگستری، همین دیوان لاهه که شما سوال کردین از ایشون که اگر مثلا ایران رأی به نفعش صادر بشه چه، این یک به اصطلاح تابلوی خوبیه، یک نگاهی میده به اینکه یه قضیه اتفاق داره میفته و یک کشوری خلاف مسائل حقوق بین المللی رفتار کرده. ولی اینکه چقدر ضمانت اجرایی داره، اصلا ضمانت اجرایی نداره، به خصوص به خاطر اینکه صلاحیت اجباری به
اصلا دیوان بین المللی رو نه آمریکا پذیرفته نه ایران پذیرفته. بنابراین رأیی که بیاد بیرون کی میخواد اون رو اجرا بکنه؟ پس اون چیزی که ما در عرف حقوق بین الملل داریم با اون مسئله که در واقعیت داره اتفاق میفته دو بحث مختلفه. در حقیقت دوستان هر دو درست میگن، به خاطر اینکه در برخلاف حقوق بین الملل هستش که به اصطلاح خیلی از اتفاقات این مسائل مثلا همین توقیف اموال بیاد به صورت یک طرفه انجام بشه در برابر مقابلی دولت دیگه، اما ولی داره اتفاق میفته، اما کی میتونه جلوشو بگیره؟ حقیقت این هستش که انتقادی که اینجا وارده اینه که دولت ایران نمیبایست اوراق قرضه ای رو در کشوری که باهاش 40 ساله یا 30 خورده ای ساله در خصومته بیاد مبالغ بالایی رو به اصطلاح در اون کشور قرار بده که حالا بتونه دستمایه انتقام ازش گرفته بشه. حالا به همین ترتیب بگیرید تا جای دیگه. بله وقتی خب دقیقاً بس همین از خانم بنی هاشمی. ایران به هر حال در مسئله دیپلماتیک هم همین مسئله رو با آمریکا داره. به هر حال آمریکا کشوری هست که قدرتمند هست و بسیاری میگن که اصلا ممکن هست خیلی جاها حق با ایران باشه، اما به خاطر اینکه قدرت بیشتر در دست آمریکاست، آمریکاست که حرفش رو میتونه دیکته بکنه. ایران چه راهکارهایی داره برای مقابله با این وضع؟ الان که واقعیت اینه که به نظر شخصی من خیلی مشکل میتونه ایران حرکتی رو انجام بده. مسئله این هستش که یه سری به اصطلاح اموالی رو همجور که صحبت رو کردیم تا الان ایران در آمریکا داره. حالا این که ما بگیم این دولتیه این تجاریه، نه، به هر حال اونا آماده هستن که برای هر کدوم از این بخشای قوانین رو تصویب بکنن و به موقعش دست بزنن، حتی اگر تا الان تصویب نشده باشه، برای اینکه ما نمیدونیم. همونطور که تا سال 2012 همچین اتفاقی هیچ وقت نیفتاده بود که اموال بانک مرکزی یک کشوری رو یک کشور دیگه بخواد به این صورت ضبط بکنه، ولی الان میبینیم که داره اتفاق میفته. بنابراین آقای علوی، با این حساب میشه گفت که این دعوای سیاسی است؟ از اول هم به هر حال ما سر این موضوع تقریبا اشتراک نظر داریم که این یک دعوای سیاسی است بین ایران و آمریکا، و الان با این حالت متخاصمی که بین دو کشور وجود داره ممکن هست تشدید هم بشه. چقدر شما این کیس ها و این پرونده هایی که الان علیه ایران مطرح هست رو اجرایی میبینید در این مرحله؟ صحبتش شد این که بخوان اثبات بکنن دادگاه ها که مثلا فلان ملکی که گفته میشه متعلق به ایران قابل ضبط هست یا نه، چقدر راحت هست برای یک دادگاه؟ چقدر کسانی که در یک دادگاه میخوان برن و یک ملک رو ضبط بکنن میتونن راحت این کار رو انجام بدن؟ ببینید، در درجه اول خب طبیعتاً یه بحث سیاسی هست وقتی که کنگره آمریکا در این قضیه نقش پیدا میکنه. یعنی شاید اگر خواهان بر علیه یک مملکت یک کشور دیگه داشتن پرونده میوردن، خب درست. شاید کنگره آمریکا همچین قانونی تصویب نمیکرد. این کاملا درسته. نکته ای که هست که آیا تا چه حدی اینا قابل اجرا هستن؟ خب بعد نگاه کنیم که ببینید، اولا که موضوع این که چه دارایی های به اصطلاح هویت تجاری دارن یا غیر تجاری دارن، خب این یه موضوعی که مرتب در دادگاه ها عنوان میشه. مثلا آیا هواپیماهای به اصطلاح خطوط هواپیمایی ملی یک کشور آیا جزء دارایی های اون کشور هستن، متعلقن، میتونن به اصطلاح واسه اجرای این احکام استفاده بشن یا غیره؟ نکته دوم که این هستش که بله درسته، ایران در حال حاضر خیلی دارایی در آمریکا به اون صورت دیگه ندارد. منتها موضوع اینجاست که اگر شرایط به طوری عوض بشه، این روابط سیاسی آمریکا و ایران عوض بشه که رابطه برقرار بشه دوباره و روابط تجاری دوباره آغاز بشه به طور بسیار کامل و نرمال، آیا دارایی هایی که متعلقن به دولت ایران آیا در اون مقطع میتونن به اصطلاح اجرا بشن، در واقع مسدود بشن و به عنوان وسیله اجرای احکام استفاده بشن یا نه؟ که به نظر من اون احکام دادگاهی خیلی ربطی با شرایط سیاسی به اون صورت نخواهند داشت. مثلا این نیست الان حداقل چشماندازی از رابطه بین ایران و آمریکا در این مقطع ما نداریم. من فکر می‌کنم بیشترین نگرانی کسانی که نگران اموال ایران هستن این هستش که آمریکا و در واقع دادگاه‌های آمریکایی و شوکات در دادگاه‌های آمریکایی بتونن دست‌اندازی بکنن به اموال ایران در مثلا اروپا. مثلا همین کیسی که الان مطرح شده در مورد اینستکس، در مورد مثلا همین کشتی ایرانی که در جبل الطارق الان هست، چقدر این رو محتمل می‌بینید؟ ببینید، بعد یه صلاحیت به اصطلاح قضایی بعد تو این قضیه باشه. یعنی آمریکا نمیتونه دست بذاره رو هر دارایی ایرانی در اروپا یا آسیا. بالاخره آمریکا در واقع جوری که به اصطلاح
این شرکت های مثلا اروپایی و مثلا ممکنه مجازات کنه واسه فعالیت با ایران، مثلا این تحریم های ثانوی تحریم هایی است که مثلا یه سری مجازاتی است که تو آمریکا واسه اون شرکت هایی که متعلقن به اون کشورهای ثالث برقرار میکنه. در واقع هیچ مثلا حکم کیفری یا غیره نمیتونه لزوما مثلا اجرا کنه مگر اینکه یه ربطی باشه به آمریکا داشته باشه، یعنی مثلا اجناس بعضی از اجناس آمریکایی باشن مثلا در میان. خب قضیه همینه دقیقاً. یعنی اگر این دارایی های ایران در اروپا یا غیره ارتباطی با آمریکا یا نسبتی با آمریکا ندارن، واقعا زمینه حقوقی به اون صورت وجود ندارد. نظر شما چیه آقای دارایی‌زاده؟ منم در واقع من حقیقتا متخصص مسائل مالی به این دست نیستم، ولی فکر می‌کنم که دشواری‌های خودش خواهد داشتش و راحت نیستش، اما باز شواهدی هستش. در سال‌های گذشته می‌بینیم که علاوه بر دادگاه در واقع انبار ایران در لوکزامبورگ، کیسی در خود لندن بودش که ساختمانی متعلق به ایران در لندن مورد ادعا بودش، در جاهای دیگه هم هست. من پیش‌بینی می‌کنم که تکرار خواهد شد، موارد دست رو خواهیم دید زیر سایه مسائل بین‌المللی. واقعیت اینه که چیزی که به نظر همه اتفاق نظر دارن اینه که ما در شرایطی زندگی میکنیم که حقوق بین‌الملل به خصوص در زمینه روابط بین‌الملل تا اندازه زیادی وابسته به خواست و اراده قدرت‌ها از اول. یکم چیزی که نباید فراموش کنیم یا بهتره که در واقع حتما تکرار کنیم که فقط آمریکای اسرائیل نیستش که از حقوق بین‌الملل در راستای اهداف خودش داره استفاده میکنه. دولت های مثل جمهوری اسلامی هم در واقع زیر پوشش در واقع مسائل حقوقی یا دیپلماتیک دنبال اهداف سیاسی امنیتی خودشون هستن. همین سال گذشته میدونید که تعداد زیادی دیپلمات از اروپا خارج شدن. شما وزیر خارجه کشوری دارین که در روز روشن میاد در وسط نیویورک خودش رو پروفسور حقوق بشر مینامه، بعد میگه که بیایم مبادله زندانیان داشته باشیم. در این شرایط سیاست زده به نظرم که ما شاهد رفتاری از این دست هم خواهیم بود. و آقای زیدآبادی نظر شما؟ انتظار میده که یک حداقلی از مسائل علمی حقوقی رو ما اینجا داشته باشیم. مسئله این نیست که اختلاف نظر وجود داشته باشه در مورد اینکه این مسئله عرف بین المللی هست یا نه، از اصل مسئولیت دولت‌ها. شما کافیه که رأی که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان و ایتالیا داره ببینید، خیلی چیز معروفیه. و همین الان در همین قضیه این به هر حال این 2 میلیارد که الان رسیده در دیوان بین المللی دادگستری تا حالا هم که به نفع ایران رأی داده، و اینکه یعنی به هر حال اون هم معاهده رو پذیرفته هم رفتار آمریکا رو رد کرده، اینا که چیزی نیست که خیلی عجیب باشه. اینکه می‌فرمایند حقوق بین المللی ضمانت اجرایی نداره، خب این حداقل از کسی که با حقوق بین المللی اندکی آشنایی داره این حرف خیلی حرف عامیانه. من عذرخواهی میکنم، ما در قضیه ایرباس، در واقع اون ایرباسی رو که آمریکا زدن غیر نظامی رو، مگر از طریق دیوان بین المللی دادگستری مگر ما غرامت نگرفتیم در نهایت از اون روند؟ حالا به جزئیات کار ندارم، مگر در همون روند این قربانیان اقوامشون نرفتن و اون چیزو گرفتن و آمریکا اومد اینو پرداخت کرد؟ پس اینجوری هم نیست. پس اسم بدید خانم بنی هاشمی هم پاسخ بدم، بفرمایید. من خیلی فرصتم کوتاه. حرف ایشون درسته در بعضی موارد، ولی خب با چه مشقت هایی، با چه مشکلاتی به اصطلاح هر بار ممکنه که ایران بتونه مثلا حق خودشو در حقوق بین الملل بگیره؟ حرف من این هستش که به طور کلی این حرف همه، حالا ایشون که به اصطلاح اطلاعات همه ایراد میگیرن، منتها مسئله اینه که این یه بحثی هستش که در حقوق بین الملل ما اصولا ضمانت اجرای خیلی قوی نداریم. ولی یه موضوعی رو من میخوام به شما بگم. من میخوام بگم که به هر حال ببینید، وقتی که آمریکا میاد دست میذاره روی یه همچین حرکت هایی که برخلاف حقوق بین الملل شروع میکنه به حرکت کردن، یه مصادیقی رو، یه مسائلی رو در پس اون داره. مثلا به طور مثال فرض کنید که خب خوب هستش که این ممکنه منجر به این بشه که ایران هم در شکل و شمایلی مثلا کشتی جبل الطارق یا چیزای دیگه به خاطر مسائل تحریمی که مثلا به تحریمای آمریکا که به مردم ایران فشار آورده، دست به اعمال متقابل بزنه. یعنی کلا مسئله اینه که اگر حقوق بین الملل بخواد به سمت آنارشی حرکت بکنه، این به نفع هیچ کشوری نیست. آیا زیدآبادی جواب شما؟ بله، این حرف درسته. من البته جسارتی نکردم. ببینید، من میگم که باید دقیق تر صحبت کرد. یک مسئله هم گفته شد در مورد لوکزامبورگ، اتفاقا همینه. ببین، من از اول برنامه دارم میگم شما مهمات برنامه‌تون یک مورد رو بیاره که دنیا اینو قبول کرده باشه. همین لوکزامبورگ رفع توقیف داده، یعنی اساسا در همین بریتانیا همینطور، هنوز هیچ رأی آمریکا تو اجرا نشده، چون که کشورها این رو قبول ندارن، دولت‌ها اینو قبول ندارن. این یک اصل بدیهی هست.
با این حساب شما فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال ایران اموال چندانی ممکنه در آمریکا نداشته باشه، سپرده های چندانی در آمریکا نداشته باشه، این مسئله خیلی خطرناک نیست که الان مثلا حدود 90 میلیارد علیه ایران حکم صادر شده؟ چرا، خیلی مسئله خطرناکه. الان 2 میلیارد پول مردم ایران در اونجا هست. این هم در واقع نتیجه سوء تدبیر دولت آقای احمدی نژاد، وگرنه بارها حقوقدانان توضیح دادن که اختیار دادن که این اوراق بهادار رو ایشون بعد می آورد بیرون، نیورد، تعلل کرد، حالا به چه دلیلی، و اونجا توقیف شد. چون الان ببینید مهمان خود شما این نکته رو دارد میگه وقتی که شما با یک کشوری که یه همچین وضعی داره از نظر حقوقی مواجهه، سریع بعد پولتون رو خارج کنید از اون. این خیلی معنای مهمی داره در مورد رفتار آمریکا. و ببینید، من معتقدم که این مسائلی که ایران و آمریکا با هم دیگه دارن، البته بعد مسائل حقوقیش بره، این که مشقت باره، این ذات روندهای دادرسیه، این که ایران داره دفاع میکنه، آمریکا داره بحث خودش رو پیش میبره، این که آمریکا، دولت آمریکا یک دولتی که الان خلاف معاهده در واقع حقوق بین الملل داره عمل میکنه، و این حالا یک مقطع کوچیکی هست در این سالیان درازی که حقوق بین الملل سابقه داشته در دنیا، و این هم خواهد گذشت. آقای علوی بفرمایید اگر که شما میخواین پاسخی بدید، چون به شما صحبت شما اشاره شد. بله، ببینید، خب کلا بحث حقوق بین الملل یه بحث سیاسی هم توش هست و قدرت ممالک هم در جریان هستش. خب طبیعتا آیا اینکه رویه هستش یا نیست، خب خیلی میتونه مورد بحث باشه، ولی کلا ما میبینیم که خیلی از نکاتی که در آمریکا و کانادا شروع میشه در کشور دیگه هم ادامه میشه، به در واقع اونا هم آمریکا رو پیگیری میکنن و همون کارا رو در مقابل قوانین خودشون اجرا میکنن. متاسفانه وقت ما تمام شده. آقای اسدی زیدآبادی، آقای علوی، آقای دارایی زاده و خانم بنی هاشمی اینجا. ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه بودید. شب و روزتون خوش.